در نشست علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله که روزانه با حضور علما، فضلا و عموم مؤمنان در بیت معظم الله در شهر مقدس قم برگزار می شود، یکی از سوالهایی که یکشنبه 11 ربیع الثانی 1444 از معظم الله پرسیده شد درباره واگذاری یا فروش زمین به شهروندان توسط دولت‌ها بود که آیا دولت‌ها حق دارند زمین‌های موات را به افراد بفروشند یا واگذار کنند؟ پاسخ آیت الله العظمی شیرازی را با هم ببینیم و بشنویم. نه، اینا الارض لله و من عمرها، اینا موضوع برای این دلیل. الارض لله و من عمرها، تمام زمین‌ها ملک خداست، کسی حق نداره زمین را به کسی واگذار بکنه، چون مالک فقط خداست. و اون کسی که اومده خونه درست کرده، باغ درست کرده، چاه کنده، لمن عمرها تعمیر کرده، بله اونی که تعمیر کرد میشه مالک، اون میتونه بفروشه. ولهذا عثمان وقتی که یه عده زمین ها را به یه افرادی، به مروان و بعضی داد، امیرالمومنین صلوات الله علیه تو همون اوائل حکومتشون سخنرانی کردن، تو نهج البلاغة هم داره، فرمودن که تمام این زمین ها را من به بیت المال برمیگردونم. یعنی آزاد، حق نداره حتی رئیس مسلمین یه زمینی را به کسی واگذار کنه، چون فقط مالک خدای عزوجل و کسی که این زمین را تعمیر کنه. وقتی استثناء شده از الارض لله و من عمرها، سیف البحار، بطون الأودياء، رؤوس الجبال، اینا که انفال اینا لله و للرسوله. بله، یعنی تو روایات تعیین شده، بیان شده. در نشست علمی یکشنبه 11 ربیع الثانی همچنین سوالهای مختلف دیگری درباره آیا انتخاب معصومین علیهم السلام از جانب خدای متعال به اختیار خود آن حضرات بوده یا خیر، موارد انفال، حدود حق الماره، هبه کردن مالی که متعلق خمس باشد، خمس ارسی که میت خمس آن را نداده، وظیفه تقسیم غنایم جنگی، تعلق خمس به اموال زکوی، مستقر شدن مهریه زوجه بر ذمه، تقدم و تأخر اخراج زکات و خمس در یک مال و توبه مشرک پرسیده شد که آیت الله العظمی شیرازی دامظله به یکایک سوالها با سعه صدر پاسخ دادند. لازم به ذکر است که سلسله نشست‌های علمی بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی دامظله به صورت روزانه در بیت معظم الله در شهر مقدس قم، خیابان انقلاب، کوچه 6، رأس ساعت 11:15 به وقت محلی برگزار می شود و شما می توانید به صورت مستقیم از شبکه امام حسین علیه السلام بیننده این نشست علمی باشید.